با سلام به شما بینندگان عزیز، بیننده برنامه خاوران هستین. مرسده قائدی هستم، به مدت نیم ساعت همراه شما خواهم بود در این برنامه. لطفاً در برنامه ما شرکت کنین، با ما تماس بگیرین و بیاین اینجا که فرخواستتون رو علیه جمهوری اسلامی با صدای بلند اعلام کنین و بگین که به چه دلیل و به چه جرمی عزیزان شما رو در دادگاه های یک دو دقیقه به جوخه های اعدام سپردن. از شما زندانیان سیاسی سابق رژیم میخوام که بیاین در این برنامه شرکت کنین و از اتفاقاتی که در زندان های جمهوری اسلامی بر شما گذشت و شاهد چه جنایت هایی در اونجا بودین بیاین و در این برنامه بگین. بیاین که فرخواستتون رو علیه حکومت اسلامی بگین، که فرخواستتون رو علیه جمهوری اسلامی با صدای بلند اعلام کنین و بگید که جرم عزیزان شما فقط این بود که آزادی خواه بودن و میخواستن همه مردم از زندگی خوبی برخوردار باشن و رفاه داشته باشن. بیاین در این برنامه شرکت کنین و بگین که این کسانی را که رژیم به جرم افکارشون، به جرم عقیدهشون و به هر دلیلی دیگه اعدامشون کرد، عاشق زندگی بودن و عاشق انسانیت بودن و به زندگی عشق می‌ورزیدن. و بیاین بگین که برای اینکه می‌خواستن همه در رفاه باشن، همه در شادی باشن و نمیخواستن حکومت مذهبی و قوانین مذهبی در اون کشور حاکم بشه و در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن و سر تعظیم فرود نیاوردن. و بیاین در این برنامه از اتفاقاتی که بر شما خانواده زندانیان سیاسی، بر شما خانواده جانباختگان در این دوران سختی که به شما گذشت، بیاین و با بینندگانمون در مورد این اتفاقات صحبت کنید. و شمایی که همین الان عزیزان شما در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و همین الان میبینیم که هر روز خبر اعدام 10 نفر، 12 نفر و 20 نفر رو از طریق مطبوعات میشنویم، بیاین و کیفرخواستتون رو علیه جمهوری اسلامی اعلام کنید. طبق روال همیشگی این برنامه، پای صحبت یکی از خانواده جانباختگان میشینیم و امروز پای صحبت یکی از زندانیان سیاسی سابق رژیم و همچنان یکی از خانواده جانباختگان، پای صحبت شهناز مدنی خواهیم نشست. شهناز مدنی، به برنامه ما خوش اومدین. خیلی ممنون. با سلام و درود به شما و همکاران عزیزتون و تمام مادران جانباختگان و عزیزان ما. شهناز مدنی، شما خودتون در زندانهای جمهوری اسلامی بودین، لطفاً برای بینندگان ما بگین که از چه سال و تا چه سالی در زندان جمهوری اسلامی بودین؟ من در دهه 60، سال 62 تا 65 در زندان جمهوری اسلامی ایران در سنندج و چند ماهی هم در ارومیه بودم. شما در اون دوران دادگاهی شدین؟ دادگاهی خیلی کوتاهی. بازجویی خیلی طولانی تر بود، بیشتر شکنجه و اذیت و آزار، ولی دادگاه در واقع 3-4 دقیقه بیشتر نبود، نهایتاً 5-6 دقیقه. خیلی کوتاه، مختصر و حکم خودشون رو صادر کردم. شهناز مدنی، شما دیگر از اعضای خانوادتون هم در زندان‌های جمهوری اسلامی بودن؟ بله، من قبل از همه به برادرم که یکی از مبارزین رژیم شاه هم بود در اون دوره، اول اون دستگیر شد در دهه 60، خرداد 60. بعد از اعدام شاهرخ، تقریبا 2-3 ماه بعد از اعدام شاهرخ، یک سال نشده بود که شاهرخ اعدام شده بود، تمام خانواده، یعنی مادر، برادر، خواهر، داماد و 2 تا از فرزندهای خواهرم که یکیشون 2 سالش بود، یکیشون 5 سال.
همه بازداشت شدید. شهناز مدنی، اول میخوام در مورد شاهرخ صحبت کنیم. آیا شاهرخ از فعالین زمان شاه بود، یعنی علیه شاه مبارزه میکرد در اون دوران؟ بله، شاهرخ در رژیم گذشته جز سازمان چریکای فدایی بود و فعالیت زیرزمینی داشت، حتی یکی دو بار خواستن دستگیرش کنن، ولی چون مادرم سابقه پدرم جز زندانی سیاسی سواد بود و اینا، در واقع همیشه آگاه بود و نمیذاشت وسایلی در خونه بمونه که بچه ها لو برن. وقتی اومدن و گشتن خونه را چیزی پیدا نکردن، نتونستن شاهرخ رو بازداشت کنن و بعد در رژیم گذشته یکی دو بارم خواستن بازداشتش کنن تا اینکه انقلاب شد و فعالیت خودش رو علنی کرد. جزو سازمان های چریک های فدایی بود، جانبازان، جانبداران روز میخوام، و در سال 60 خرداد 60 دستگیر شد و حدود 9 ماه 10 ماه در زندان های تهران بود با شکنجه های خیلی وحشتناکی که شده بود. شما در مدت ببخشید، شما در اون مدت ملاقات داشتین با شاهرخ؟ متأسفانه تا در زندان تهران بود ما هیچ اطلاعی نداشتیم از دستگیری ایشون، تا اینکه به سنندج انتقال پیدا کرد و دو سه ماهی هم در زندان سنندج بود و ما هیچ اطلاعی نداشتیم. یکی از خانواده های زندانیان سیاسی که هم زندانی شاهرخ بود، از طریق خانواده ایشون به ما اطلاع دادن که برادرمون در زندانه. ما وقتی شنیدیم حدود 2 ماه رفت آمد کردیم به سپاه پاسداران، دادگاه انقلاب. بعد از 2 ماه ما تونستیم ملاقات 10 دقیقه با شاهرخ داشته باشیم. یعنی حدودا شاهرخ بعد از 12-13 ماه ما تونستیم ملاقاتش کنیم برای اولین بار. در این مدتی که شاهرخ در زندان‌های جمهوری اسلامی بود، شما چند بار مجموعا تونستین شاهرخ رو ملاقات کنید؟ متأسفانه در رژیم جمهوری اسلامی ملاقات برای زندانیان سیاسی خیلی کوتاه و مدت‌های طولانی، هر 21 روز یک بار بود، نهایتا 10 دقیقه تا یه ربع بود. و تو این 10 دقیقه و یه ربع اکثرا که ما می‌رفتیم می‌گفتن که انفرادی و حق ملاقات نداره، یعنی ممنوع ملاقات بود بیشتر. نهایتا ما تونستیم، کلن مادرم تو مهاباد زندگی میکرد، شاهرخ سننده زندانی بود، هر 21 روز یک بار از مهاباد پا میشد میومد سننده با دو تا از خواهرای دیگرم و متاسفانه اکثرا موفق به ملاقات شاهرخ نمیشدیم، چون میگفتن ممنون ملاقاته. خیلی کم تونستیم در واقع با اون ملاقات داشته باشیم تا این مدتی که در زندان بود، نهایتا 10 یا 12 بار. شاهرخ در این ملاقات ها آیا در مورد اینکه دادگاهی شده یا نه و کیفرخواستش، در مورد کیفرخواستش با شما صحبتی کرد با مامانتون؟ نه، چون دور و برمون همیشه پاسدارا بودن چند نفری، اونا به خاطر اینکه ما را اذیت نکنن هیچ وقت اطلاعاتی به ما نمیدادن و در واقع ما هم جرأت نمی کردیم ازشون سوال بکنیم، چون اگه سوال می کردیم بعدا می رفتن و زندانی ها را اذیت می کردن. به خودمون اجازه رو نمی دادیم که عزیزانمون بیشتر شکنجه بشن، ولی هر وقت که می اومد ملاقات رخسارش بیشتر رنگ پریده تر بود، صورتش بعض وقتا کبودی داشت، دستاش کبودی داشت، می پرسیدیم چرا اینجوری شده، می گفت با بچه ها تو بازی کردیم اینجوری شده. یعنی در همون دوران هم که به زندان سنندج هم منتقل شد، همچنان زیر ضرب و شتم جمهوری حکومت اسلامی بود، درسته؟ بله متاسفانه. البته ما دقیق زمان این جریان فهمیدیم که یکی از دوستانش فرار کرد از زندان و به خونه ما بعد از 2 هفته فرار اومد و اطلاعاتی در مورد شاهرخ به ما داد. وضعیت شاهرخ تو زندان چطوره، چقدر شکنجه شده، بیشتر به صورت قاپان بهش میگفتن، گویا دستاشون از پشت با قلاب میکردن، اونجور شکنجه میشد. در تهران در یک اتاقکی به اصطلاح 4 مزیکی ایستاده بوده همیشه. شاهرخ ما بچه خیلی مقاومی بود در واقع. شهناز مدنی، میدونم که صحبت کردن در این مورد در مورد عزیزانمون سخته، ولی باید بگیم، چون همونطور که خودتون میگین با اینکه در
این 10 ماه 12 ماهی که در زندان‌های جمهوری اسلامی بود، با اینکه زیر شکنجه بود ولی همچنان مقاوم بود و سر تعظیم در مقابل جمهوری اسلامی فرود نیاورد. در چه تاریخی شاهرخ را اعدام کردند؟ شاهرخ در تاریخ 12 فروردین سال 62 اعدام کردن و یکی از گفته هاشون وقتی به ما ساک و لباسش رو تحویل دادن گفتن قربانی روز جمهوری اسلامی، اینا به مناسبت جشن روز جمهوری اسلامی اعدام شدن. یعنی با خون اینا حلال برای جشن ما. با بیشرمی تمام اینو به شما اعلام کردن. بله متاسفم. آیا شما جسد شاهرخ رو به شما تحویل دادن؟ الان کجاست؟ خبر دارین؟ میتونین در این مورد توضیح بدین برای ما؟ شاهرخ نه، متاسفانه ما جسدش رو دریافت نکردیم، تحویل ندادن به ما، فقط یک شماره قبر رو بهمون تحویل دادن و گفتن که در لعنت آباد کرمانشاه دفن شدن. فقط حق دارین وقتی ما رفتیم سنگ قبر و قبرش رو درست بکنیم، حق اینو نداشتیم که روشو برداریم و نگاه کن که عزیز ما اونجا خوابیده یا نه. فقط به همون یه شماره و گفتم روی سنگ فقط این حق دادی شماره ردیف رو بنویسی، حتی مجوز اسمش رو بنویسیم و به ما ندادن. پس یک خاورانی دیگه در کرمانشاه وجود داره، درسته؟ متاسفانه در تمام نقاط ایران خاورانهایی به نامهای مختلف وجود داره. بله کرمانشاه لعنت آباد بهش میگفتن در واقع. تمام مادران عزیزان ما در خاوران که هستن بدونن که نه تنها خاوران، هزاران خاوران در نقاط ایران وجود داره. تنها خاوران نیستش و خیلی هم گمنامن. ما دوستایی داریم که اصلا معلوم نشده چی به سرشون اومده بعد اعدام، حتی شماره قبرم بهشون ندادن، خاکشون هم مشخص نیست. ما دوستای همچنین هم داشتیم که از دوستان شاهرخ بودن. و این منطقه که الان در کرمانشاه وجود داره یک منطقه که عمومیه یا نه برای افرادی مثل شاهرخ داره استفاده میشه؟ نه، این منطقه جدا از مناطق دیگه است. یعنی از قبرهای عمومی و به اصطلاح قبرهایی که به خودشون تعلق داره جدا است و به اصطلاح ممنوعه برای دیگران. و متاسفانه مردم اونجا، بعضی از مردم، بعضی از افرادی که به اصطلاح وابسته به رژیمن، بعض وقت عزیزانشون رو از دست میدادن در جنگ ها و به قول خودشون شهید میشدن، میومدن دق دلشون رو روی این سنگ ها خالی میکردن. سنگ ها رو میشکستن، قبرها رو داغون میکردن. ما چند بار این سنگ ها رو بازسازی کردیم، حتی رژیم تصمیم گرفت در اون منطقه خونه بسازه که با مخالفت خانواده ها برخورد کرد. چندین بار این کار شده، هر چند سال یک بار خانواده ها باید دست جمعی اقدام بکنن، چون رژیم برنامه‌های زیادی برای اون منطقه داره. یعنی حتی از خاکشون هم میترسه در واقع. پس رژیم همون برنامه‌ای که برای خاوران در تهران داشت، همین برنامه رو برای خاوران در کرمانشاه داشت، ولی با مقاومت خانواده‌ها به عقب نشینی وادار شد، درسته؟ بله درسته، چون فکر میکنم رژیم در هر شهر ایران با این مخالفت‌ها روبرو میشه. پس الان شهناز، خانواده شما میتونه به اونجا بره یا همچنان مثل خاوران تهران عوامل جمهوری اسلامی اونجا هستن و مانع حضور خانواده ها در اونجا میشن؟ آیا میتونین اینو برای بینندگان ما توضیح بدین؟ خانواده ها میتونن برن ولی متاسفانه اغلب چون میرن میبینن که سنگ ها شکسته و بچه ها رزت میکنن، وقتی هم برمیگردن مورد شماتت جمهوری اسلامی قرار میگیرن و از این سوال میرم. من میخواستم در مورد اینکه خان شما در اول صحبتتون گفتین مامانتون هم در زندان بود، درسته؟ مامانتون بله، مادرم بیشتر از ما در زندان بود، 3 ماه بعد از ما آزاد شد. جرم مامانتون چی بود؟ جرم مادرم به اصطلاح جمهوری اسلامی دفاع از وطن بوده، دفاع از حق آزادی بوده، راه داده بچه های مبارز رو بخونه، به قول خودشون خانه تیمی تشکیل داده و مادر یکی از مبارزا بوده. چون نظام موقعی که ما رو بازداشت کردن و به اصطلاح زیر شکنجه هاشون بودیم، یکی دوتا از بازجوها به من و برادرم دقیقا اینو گفتن: برادر شما شاهرخ خیلی آگاه بود، حیف به ابو آغوش جمهوری اسلامی نیومد، حیف بود که این کار رو کرد. یعنی خودشون هم میدونستن که تمام این بچه ها بچه های خوبی هم. گناهشون فقط اینه که آزادی و رفاه برای خودشون فقط نمیخواستن، برای همه میخواستن.
تمام این افراد یا در دانشگاه ها بودن یا در مدارس بودن یا شغلای خوبی داشتن، همه از زندگی رفاه خودشون دست کشیدن به خاطر مردمی دیگه، به خاطر همگی. متاسفانه یکی از چیزایی که جمهوری اسلامی نمیتونست در کنه آزادی مردم بود. دقیقا همونطوری که شما میگین، این عزیزان ما، این بچه هایی که اعدام شدن، واقعا رفاه رو فقط برای خودشون نمیخواستن، برای همه مردم میخواستن. همونطوری که قبلا هم در برنامه های قبلی هم مطرح کردیم، این در مورد فعالینی که در زمان شاه علیه شاه مبارزه میکردن، اینا حکومت اسلامی با سازماندهی از قبل و تک تک اینها به سراغ اینها رفت و تک تک اینها رو در موقعیت هایی که خودش میدوند دستگیر کرد و اعدامشون کرد. در صحبتاتون شما از بچه های کوچیک خانوادهتون هم گفتین در زندان بودن، اونا چه مدتی در زندان بودن؟ خواهرم و دامادمون با دو تا بچه هاش 2.5 ماه در زندان بودن، چون هیچ مدرکی نداشتن و کسی که به اصطلاح بازداشت شده بود و ما رو لو داده بود به. گفته بود اونا در جریان نبودن که ما اینجا بودیم. به همین دلیل اونا رو آزاد کردن، در بازجویی ها تبرئه شدن و کارشون به دادگاه نکشید. شهناز مدنی، من یک سوالی، یعنی شاید سوال بعدی باشه، این که شما آیا خواهان به محاکمه کشیدن سران حکومتی هستین؟ من نه تنها خواهان اینم که حکومت جمهوری اسلامی به محاکمه کشیده بشه و تمام ملل دنیا بدونن که چه حکومتی در ایران داره حکم میکنه و الان 35 سال ما داریم صدامون در اومده به عناوین مختلف. و این خاصه نه تنها من، بلکه خاصه تمام مادران این عزیزان و خواهران برادران و کسایی که در زندان بودن و شکنجه شدن و هنوز مسراتش وجود داره در ما. میتونین کیفرخواستون علیه سران حکومتی در چند کلمه بگین که بینندگان ما ببینین کیفرخواستی که علیه سران حکومتی در دادگاه هایی که در آینده تشکیل خواهیم داد چیه؟ من آرزوی رو دارم که جمهوری اسلامی به پای میز محاکمه کشیده بشه و جوابگوی این همه ظلم و ستمی که کرده به ما و ادبیاتی که برای ماها به کار میبرد فقط در اصطلاحات خودشون بود، لعنت آباد و شکر نمیدونم خاوران، یه اسمایی که فقط شامل ادبیات خودشون بود به کار میبردن برای عزیزان ما، کسایی که فقط خواستشون آزادی برای همه بوده، زندگی رفاه برای همه، نه برای یه عده خاص. اینا رو به پای میز محاکمه بکشن، نه اعدام میخوان برای اینا نه چیزی، فقط میخوان بدونن اگه میشه مادران تصمیم بگیرن چه سرنوشتی برای اینا بگیرن، یعنی کسایی که واقعا عزیزانشون از دست دادن. ما خیلی از مادران رو داریم 7-8 بچه‌ش از دست داده، خیلی سخته. الان فرق نمیکنه چه در زندان چه در مبارزه پارتیزان، الان مادر خود من در زندان بودیم که یکی از بچه هاش در مبارزه با رژیم جانش از دست داد در سن 19 سالگی. در مورد مهناز مدنی درسته؟ بله، مهناز مدنی در 19 سالگی در سال 63 بله در درگیری با رژیم با وسیله یکی از ترکش‌های راکت جانش رو باخت، جان باختنی رو شد به اصطلاح. بله، این عزیز ما بعد از اعدام شاهرخ در فعالیت اینا در مهابات وقتی جریان لو میره اینا سفر میکنن، یعنی فرار میکنن در واقع به سنندج. دو سه ماه تو سنندج نبودیم که به خیلی مبارزان و پارتیزان های بیرون رفتن و ما در زندان بودیم که 2.5 ماه 3 ماه حدود 4-5 ماه ما تو در زندان بودیم که خبر مهناز و از طریق بازجوها به ما دادن. با کمال افتخار و خنده با کمال پروی برگشتن گفتن به مادر که مهناز کشته شده، خبر داری؟ شهناز مدنی، با تشکر از شما، میدونم یادآور این خاطرات بسیار سخته، ولی از شما خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردین و تونستین اتفاقاتی که بر شما و خانواده شما گذشت و از مادرتون، از مقاومت مادرتون گفتین و از اینکه از مقاومت شاهرخ گفتین با تمام شکنجه هایی که شد، ولی نه شما و نه خانوادتون در مقابل جمهوری اسلامی
سر تعظیم فرود نیاوردین. با تشکر از شما که این وقت رو در اختیار ما گذاشتین. قربان شما، خیلی ممنونم. امیدوارم که مصاحبه بعدیمون در کشور خودمون و با آزادی کامل باشه. به امید اون روز که فکر میکنم دیر نباشه. با تشکر. مرسی، خیلی ممنونم. بینندگان عزیز، صحبت یکی از زندانیان سیاسی سابق و یک خانواده جان باخته رو شنیدیم که در سال 62 بر سر این خانواده چی اومد. حتی بچه های کوچک اون خانواده رو هم دستگیر میکنن و به زندان میبرن. و دیدیم که جمهوری اسلامی با بیشرمی تمام روز 12 فروردین وقتی شاهرخ رو اعدام میکنه با بیشرمی میگه این روز روز جمهوری اسلامی بود و ما این رو اعدام کردیم. و میبینیم که اگر در جایی از خانواده ها بابت تیری که به بچه ها میزنه پولشو میخواد، اینجا اینو با بیشرمی مطرح میکنه. و من در برنامه های قبلی گفتم که وقتی از خاوران اسم میبریم، خاوران سمبل مقاومت خاوران های دیگه است و الان میبینیم خاورانی دیگه در کرمانشاه وجود داره، خاورانی که براش مقاومت شده و میشه و همون کاری که برای تهران خاوران تهران میخواستن بکنن، گفتن بهانه در آوردن میخوایم این رو به شکل قبرستان معمولی در بیاریم، بیاین میخوایم درستش کنیم. ولی مادران خاوران به درست گفتن تا اسامی تمامی کسانی که در خاوران هستن به ما ندین، ما حاضر نیستیم که اینجا رو دست بزنین، ما نمیذاریم. شما میخواین اینو درست کنین و اسامی صدها نفری که اونجا هست رو از بین ببرین و رژیم رو بادار به عقب نشینی کردن. و همین مسئله رو میبینیم در کرمانشاه اتفاق افتاده. میخواد اونجا رو منطقه مسکونی بکنه و اون سند جنایت رو از بین ببره، ولی باز هم میبینیم که در اونجا مقاومت شده و خانواده ها جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کردن. و برای همین من مطمئنم خاوران های دیگری در شهرهای دیگر ایران وجود داره. ما باید از تک تک اون خاوران ها حرف بزنیم، بیایم صحبت بکنیم و بگیم که چطور این در جاهایی میخوان اینها رو از بین ببرن، شاید به منطقه مسکونی تبدیل کنن، شاید به معابر عمومی تبدیل کنن، ولی مبارزات مردم، ولی مبارزات خانواده ها نخواهد گذاشت که اینها این سنت ها رو از بین ببرن. چون اینجا شهناز مدنی از مادر خودش صحبت کرد، از مقاومت مادر خودش صحبت کرد و از اینکه خودش هم در زندان بود، من اینجا لازم میبینم که بگم دورانی که ما در زندان ها بودیم، تعدادی از خانواده ها و مادرانی که بیرون داشتن فعالیت میکردن برای آزادی زندانیان، برای آزادی فرزندانشون، برای پیگیری وضعیت فرزندانشون، ما تعداد زیادی از همین مادران رو در داخل بندها داشتیم. مادران جوانی داشتیم که با فرزندان خودشون، همینطور میبینیم که الان شهناز گفت بچه های کوچیک در زندان بودن، ولی مادرانی داشتیم که به جرم این که دوستای فرزندانشون در اون خونه غذا خوردن، به جرم این که با در اون خونه رفت آمد میکردن، اینها رو دستگیر کردن و آوردن در زندان. من همینجا لازم میبینم یاد مادر جناب رو گرامی بدارم. مادر جناب یک پسرش رو اعدام کرده بودن سال 60 و دختر و همسر دخترش دستگیر شده بود. مادر جناب مثل همه ما دوران محکومیتش داشت میگذروند، با اینکه بسیار بیمار بود ولی تحت شدیدترین فشارها قرار گرفت. 8 سال دوران محکومیت رو در زندان اوین و در زندان قزلهزار گذروند و تا پایان حکمش در زندان بود. و با اینکه به شدت دچار بیماری بود، ولی رژیم میگفت تو باید بگی که اشتباه کردی، تو همکاری کردی با فرزندانت، تو اونها رو راه دادی و تو با
سازمان پیکار کار میکردی و مادر جناب قبول نکرد و تا آخر محکومیتش در زندان موند. نمونه مادر جناب نمونه های زیادی بودن. ما دورانی که از سال 60 از سال 59 به همراه خیلی از دخترانشون و پسرانی که دستگیر میکردن مادرای اون خانواده ها رو می آوردن و در زندان ها نگه می داشتن. و من خودم به عنوان نمونه شاهد مادری بودم که با خودم در بند پایین 240 بود. متاسفانه الان اسمش یادم نیست، ولی حتما در فرصتی خواهم دوباره گفت اونو که زیر شدیدترین شکنجه قرار گرفته بود. حدوداً 60 سال سن داشت ولی بیشتر 1000 تا شلاق خورده بود، ولی همچنان با سر بلند تو بند راه میرفت. میگفت من به دلیل اینکه بچه هایی تربیت کردم که انسان بودن، بچه هایی تربیت کردم که آزادی خواه بودن، جرم من همینه که همچین بچه هایی رو تربیت کردم، پس من هیچ وقت در مقابل جمهوری اسلامی سر تعظیم فرود نمیارم. و سر تعظیم فرود نیاورد با اینکه زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت. برای همین ما باید از این مقاومت ها بگیم و از این جنایت هایی که حکومت اسلامی کرد، چون به طور واقعی این مقاومت ها همچنان در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داشت و داره و میبینیم که همین الان اگر اون مقاومت ها در زندان نبود و الان همین مقاومت ها در زندان نباشه، جمهوری اسلامی جنایت بیشتر از این میکنه. و دیدیم که مقاومت ها بود که جمهوری اسلامی زبانی که از ضعف و زبونی دست به کشتار میزنه. لطف کنین با این برنامه تماس بگیرین. میتونین از طریق ایمیل آدرسی که در پایین در زیر برنامه ببینید با ما تماس بگیرید و بیاین در این برنامه شرکت کنین. ایمیل آدرس من mercede.qaidi@gmail.com. در این برنامه شرکت کنین و کیفرخواستتون رو اعلام کنید و با هم در دست هم میگیم نبیخشیم، نفراموش میکنیم تا به محاکمه کشیدن سران حکومت اسلامی مبارزه خواهیم کرد. شب و روز شما خوش.